اینا که گفتیم یه سری مقایسه‌های خیلی کلی بود بین این دوتا. یه ذره راجع به آمارم ببینیم. اون اعدادی که زودتر قولش دادم که گفتیم ببینیم اعداد چی میگن، توی سری جدول‌ها الان بیایم با هم دیگه مقایسه‌شون رو عددی با هم دیگه ببینیم. اولین چیزی که خیلی گفتم اهمیت داره سایز یا حجم اون لایبرری و متد کانتشه. روم و آرمای دیگه تقریبا بین رنج 50 تا 100 کیلوبایت به اپلیکیشن شما اضافه میکنه، در صورتی که رل و آبجکت باکس در بهترین حالت بین 1 تا 4 مگابایت اضافه میکنه. البته بگم این یه APK کامله، ما راجع به اپ باندل ها اینجا صحبت نمیکنیم. اگر اپ باندل بزنید حتما به تعداد کمتری میرسید. متد کانت روم از اون اول با این شعار اومدن جلو که ما متد کانتتون رو کم میکنیم. خب طبیعتاً هم تونستن به این نتیجه برسن و با 300 تا متد کانت تا حالت چند ماه پیش تونستن این لایبرری رو ریلیز کنن. رلم 2000 تا متد کانت داره و آبجکت باکس 1500. عددهای قابل توجهی. یه ذره راجع به سرعتشون هم این همه مانور دادیم، این همه حرف زدیم، حالا ببینیم عددا چی میگن. به ترتیب از سمت چپ به راست شما میتونید آبجکت باکس و رلم و روم رو ببینید. نمیدونم چقدر واضحه. واضحه نه؟ این عددی که سمت چپ جدول وجود داره تعداد آبجکت هایی که در یک ثانیه میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. میبینید که برای آبجکت با ببخشید مقدار زمانیه که بله مقدار زمانیه که برای به دست آوردن 100,000 آبجکت و در برای اون قرمزه 10,000 آبجکت تو برای هر کدوم از این لایبرری ها صرف میشه. آبجکت باکس تقریبا زمانی صرف نمیکنه. رلم اکسسش خیلی کنده. روم که روی اسکیولایت نسبتا بهتر از رلمه و یه جایی بین آبجکت باکس داره زندگی میکنه. این دفعه اگه بخوایم 100K آبجکت رو آپدیت کنیم روی دیتابیسمون یا یه اصطلاح جدولی بخوایم بزنیم اینسرت کنیم روی دیتابیسمون، ببینیم چقدر زمان میبره. باز آبجکت باکس زیر یک ثانیه، اینا بر اساس میلی ثانیه، زیر یک ثانیه زمان میبره. تقریبا یه چیزی حدود 500 میلی ثانیه برای 100,000 آبجکت. رلم این دفعه کارشو بهتر کرده، حدودا 1200 تا 1100 تا میلی ثانیه زمان میگیره. روم اینجا داره 7500 تا 7500 میلی ثانیه، در واقع 7 ثانیه زمان میگیره برای اینسرت کردن 100,000 آبجکت. البته اون آپدیت بخشید این یه اینسرت تقریبا همون آماره، یه ذره متفاوتن. رلم یه ذره آمارش بالاتر میره که حالا دلایلش با خودش. دیلیت هم اگه نگاه کنیم، اگه بخوایم 100,000 تا آبجکت از روی دیتابیسمون پاک کنیم، باز روم از همشون کنتره، بعد رلمه و در نهایت هم به آبجکت باکس میریزیم. بالاخره تونستیم اون بار نارنجی آبجکت باکس هم ببینیم. کوئری زدن یکی از دلایل مهمی که داریم از دیتابیس استفاده میکنیم همون کوئری هست. خب حالا کوئری چقدر طول میکشه؟ برای 10K کوئری که روی استرینگ ها اعمال میشن تقریبا بدون اینکه ایندکس بشن، چون تقریبا هر دوتا دیتابیس ها ایندکس گذاری دارن که بحث ایندکس ذره پیچیده است واردش نمیشیم، آبجکت باکس تقریبا 5000 خورده ثانیه طول میکشه، 5 ثانیه طول میکشه. رلم نزدیک 10,000 تا و روم هم بالاتر از 10,000 تا جا نداشته عکسم وگرنه بالاتر میرفت. اما اگه دقت کنید وقتی ایندکسشون میکنیم همه این آمارا به نسبت خیلی پایین تر میاد. ایندکس گذاری خیلی کمک میکنه ولی توی آبجکت باکس تقریبا به صفر داره میرسونتش. آمار ارقام با هم دیگه مقایسه کردیم، خوبی های بدی های کلیشون رو با هم دیگه مقایسه کردیم. طرفدارای تستینگ حالا چی باید بگن؟ حالا باید ببینیم چقدر کدومشون برای تست کردن اون اپلیکیشن با ما کمک میکنه، اصلا چیزی دارن؟ رومو واقعا نمیشه یونیت تستش کرد. علت اصلیش هم اینه که اون دیتابیسی که داره باش کار میکنه در واقع دیتابیسی که روی اندروید امبد شده و روی اندرویده. همونجوری هم که میدونید شما هیچ کدی که وابسته به اندروید باشه رو نمیتونید تو یونیت تستاتون یا جی یونیت تستاتون بیارید.
پس باید یه کار دیگه ای براش بکنه. برای همینم هم رو اومده اینو در واقع گفته که البته راه حلایی داده که جلوتر بررسیش میکنیم، اما راه حل اصلیش این بوده که بیاین اینسترومنتیشن تست یا همون تستایی که روی اندروید دیوایس ران میشن بدید. میگم البته این بعدا تغییر کرد، اینم تغییرش رومم اومد برای اینکه بتونه به شما توانایی تست روی جی یونیت رو بهتون بده، گفتش که بیاین از مموری دی بی استفاده کنید. در واقع اون زیر به جایی که بیاد با یه دونه اسکیولایت واقعی ارتباط برقرار کنه، یه دونه چیزی شبیه کانتینر هش مپ میسازه و آبجکت ها رو اونجا براتون ذخیره سازی میکنه روی رمت، که وقتی هم که تست به اتمام میرسه اون آبجکت ها از بین میره. ببینیم رل چه توانایی بهمون میده. رل من باز همین سناریو رو داره، متاسفانه توانایی تست روی جی یونیت رو بهمون نمیده و فقط اینسترومنتیشن و شبیه روم چیزی مثل روم مموری دی بی بعد بهش اضافه کنیم که حالا بعد حسابی ماکش کنه و این کارا رو بهتون انجام بده. البته لایبرری هرپل براش نوشته. آخرین گزینه هم که داشتیم آبجکت باکس. آبجکت باکس نمیدونم دلیلش واقعا این بود یا نه، ولی چون این بدی رو روی اون دوتا لایبرری دید، تصمیم گرفتن باینری های مخصوص پلتفرمی که شما داره در واقع جی یونیت شما رو هم بدن. یعنی یه دیتابیسی ساختن که با جاوا کار میکنه نه با اندروید. شما کار زیادی نیاز نیست بکنید، یعنی تقریبا هیچ کاری نمیکنید. شما هر وقت که بخواید لایه دیتابیستون رو تست کنید و از جی یونیت برای تست اون قسمت استفاده کنید، خود آبجکت باکس به جایی که از دیپندنسی هایی که به اندروید داره استفاده کنه، میاد از دیپندنسی جی وی امش استفاده میکنه. برای همینم ببخشید. برای همینم میتونید مطمئن شید که اون کاری که واقعا دارید روی دیتابیس انجام میدید، همون اتفاقی همون عملی رو انجام میده که روی دیتابیسی که روی اندروید اتفاق میفته انجام میده. هیچ چیزی هم نیاز نیست ماک کنید. از همون اول با دیتا با آبجکت های واقعی دیتابیس آبجکت باکس کار میکنید. این هم تقریبا همونه کانفیگوریشن، چون برای دوتای بالایی شما باید کانفیگوریشن دیتابیستون یک کمی تغییر بدید، اما توی آبجکت باکس گفتم دقیقا با همونی کار میکنی، با همون کانفیگوریشنی کار میکنی که دارید روی اندرویدتون کار میکنی. خب ناخودآگاه تا همینجا میشد یه سری تصمیمات گرفت، میشد ببینیم که داریم به چه سمتی میریم جلو، اینکه سمت و سوق ما چیه که چی رو میخوایم انتخاب کنیم. اما اگه منتظر جوابی از من هستید، خب معلومه با آبجکت باکس میخوایم ادامه بدیم. حالا میخوایم آبجکت باکس استفاده کنیم، خیلی خوب، از کجا شروع کنیم؟ از این لینکی که اینجا گذاشتم تقریبا شاید زیر 5 دقیقه زمان بگیره که شما دیتابیس آبجکت باکس رو روی اندرویدتون ستاپ کنید و شروع به کار کردن باش بکنید. 4 دقیقه وقت دارم؟ تو بخی هم نمیری؟ بخی هم نمیری؟ فکر نمی کنم زیاد مونده باشه. دارم؟ باشه. یه خلاصه مختصری هم چی جمله‌ای گفتم؟ یه پیاده سازی مختصری هم با این آبجکت باکس ببینیم که چیکار باید بکنیم که اصلا بتونیم با این دیتابیس کار بکنیم. بعدش هم اگه وقت شد من یه نمونه کد زنده رو اینجا اجرا میکنم. برای اینکه شما بتونید با دیتابیس ها کار کنید باید یه آبجکت بسازید. حالا اونایی که با کاتلین کار نکردن، این همون کلاس معمولی جاوا است. یه ذره تفاوت های کوچولو داره که اصلا مهم نیست، ولی اینو به چشم کلاس ببینید. انوتیشن اتنتیتی رو بالاش میزنید که بعداً کوجن آبجکت باکس میاد از روی این استودنت انتیتی یا کلاسی که شما ساختید براتون یه سری کدها رو جنریت میکنه. یه فیلد اجباری داره تمام این تیبل ها، حالا تیبل میگم اشتباهه، ولی این آبجکت ها یه فیلد اجباری داره، اونم به نام آیدیه که باید انوتیشن آیدی روش بخوره. این آیدی تنها محدودیتی که داره باید لانگ باشه و نمیتونید ایمیوتبلش کنید، حتما باید میوتبل باشه، یعنی قابل تغییر باشه. قسمت بعدی رو ببینیم. وقتی که کلاس انتیتیتون رو ساختید، بیلد میکنید پروژهتون رو، گفتم کد جن داره، باید یه سری کدا جنریت بشن. یه کلاسی براتون جنریت میشه به نام مای آبجکت باکس.
که در واقع تمام کانفیگوریشن آبجکت باکس تو خودش نگهداری میکنه. یه بیلدر پترنی داره که خیلی ساده است، البته کانفیگوریشن ساده است، این سادهش این شکلیه که بیلدر رو یه دونه کانتکست اپلیکیشن رو معمولا بهش میدن. چرا کانتکست اپلیکیشن دادم؟ چون این استوری که برای ما برمیگردونه به توصیه خود آبجکت باکس برای کل اپلیکیشن بهتر یکسان باشه و کل اپلیکیشن از همین یه دونه استور استفاده کنن. هرچند میشه که چند تا استور داشت، ولی پیشنهاد خودشون برای اینکه چون تریدینگ و اینا دخیل میشه توش اینه که از همین یه دونه استور استفاده کنن. بعد برای اینکه با اون انتیتی که قبلا ساختید یا اون آبجکتی که قبلا ساختید کار کنید، روی اون آبجکت استور بالاتر باکس فور میزنید که در واقع میاد باکسی از این انتیتی ها رو بهمون میده و میتونیم باهاش اپریشن ها رو بزنیم. قبل از اینکه ادامه بدم یه توضیح اینجا بدم. آبجکت باکس همونجوری که از اسمش پیداست مثل یه جعبه ای از آبجکت ها میمونه که هر کدوم این باکسی که الان ما داریم میسازیم در واقع اون جعبه رو ما میده. حالا اون استوره چی بود؟ در واقع مغازه یا اون فضای نگهداری، اون انباری که این جعبه ها توش نگهداری میشه. اگر اینجوری بهش نگاه کنید تمام اینا مفهوم پیدا میکنه کم کم. اون انتیتی ها در واقع اون آبجکت هایی هن که تو اون جعبه ها نگهداری میشن. پس الان ما اون انباریمون رو داریم، دسترسی جعبه مون هم پیدا کردیم، بریم سراغ خود اینکه یه آبجکت رو بذاریم داخل اون جعبه مون. خیلی ساده است. از آبجکتتون یه دونه نیو میکنید، روی باکستون، ببخشید من اینجا اشتباه نوشتم استور، روی باکستون مینویسید دات پوت و اون آبجکتی که میخواید ذخیره سازی کنید و به عنوان پارامتر بهش پاس میدید. راستی دیده میشن اینا؟ آره واضحه. برای خوندن این آبجکت هایی که تو اون جعبه داریم نگهداری میکنیم من سه تا متد داره. یکیش گت که شما اون آیدی که باش ذخیره شده رو بهش میدید و بهتون اون آیدی رو برمیگردونه. دومی گت آله که تمام آبجکت هایی تو اون جعبه رو بهتون میده. و سومی فاینده که میاد در واقع با استفاده از اون پراپرتی هایی که توی اون آبجکت وجود داره برای شما یه فایند میزنه و اگه بتونه پیدا کنه براتون یه دونه لیست برمیگردن. برای آپدیت کردن هیچ ذخیره سازی شو میشه مرور کنیم؟ ذخیره سازی شو؟ یعنی همین که یه آبجکتی که ساختم پاس بدیم به ذخیره سازی. اگه میشه یه بار دیگه توضیح بدین که چجوری میشه یه آبجکت بهش پاس داد که برای ما ذخیره کن. مرسی. اوه ترکید. ببخشی دیگه بزرگ نمیشه. اگر آبجکتتون جدیده، اولش هم گفتم اگر آبجکتتون جدیده شما پوت میزنید و اون آبجکت در واقع داخل اون جعبه قرار میدید، فعل قرار دادن رو کال میکنید. اگر آبجکتتون جدید نیست و میخواین آپدیتش کنید بازم پوت میزنید. فقط حواستون باشه که اون آیدی که توی اون آبجکت وجود داره، اون آیدی که اینجا ما گفتیم اجباریه توی این خط، این آیدی نباید مقدار صفر باشه. مقدار صفر یه فلگیه برای آبجکت باکس، این یه آبجکت جدیده من میخوام بزنمش تو دیتابیس. اگر آیدی رو مقدار بدید از یک به بالا مقدار بهش بدید، دنبال این میگرده که اون آبجکتی که قبلا بوده رو براتون آپدیت کنه. ریمووش هم که اینطوریه، کال کردن یه دونه متد ریمووه که در واقع میاد از اون جعبه کلا اون آبجکت رو حذف میکنه. شما میتونید آیدی یا خود آبجکت رو بهش بدید و براتون حذف میکنه. کل استفاده آبجکت باکس به همین چند تا متد اصلی خلاصه میشه. البته این بیسیکش بود و خیلی موارد دیگه مثل ریلیشن ها، کوئری ها، اینا هم توش وجود داره، منتها وقت اجازه نمیداد من تو این ارائه بگنجونمش. اگر حالا باز زمان اجازه داد بعدن میاریم بهش ارائه میدیم. و اینکه امیدوارم که از آبجکت باکس بتونید استفاده کنید و به کارتون بیاد.
تو این لینک هایی هم که گذاشتم میتونید برید هم داکیومنتشو ببینید و همین که میتونید با من در ارتباط باشین. اینم در آخرش. حالا اگه وقت داریم من میتونم یه ذره داریم؟ عجیب گفتم وقت نداریم. دو تا مثاله. من مثل ارائه قبلیم ترجیح دادم مثالای خود آبجکت باکس استفاده کنم که اگه دوستان خواستن برن دوباره بهش نگاه کنن سختشون نباشه. تو خود سمپلای آبجکت باکس که برید این مواردی که اینجا هستش رو میتونید ببینید، یا اپلیکیشن کاملا که براتون نوشته شده میتونید پیاده سازی هر کدومشون رو دقیق نگاه کنید. یه نکته خیلی ظریف دیگه هم بگم، من یه عالمه آمار و اعداد آوردم که شاید به دست آوردن اینا خیلی ها بگن که اینا رو از کجا آوردی. یه شعاری داره آبجکت باکس، میگه که ما اومدیم که سریعترش کنیم، اما چقدر سریعتر. برای اینکه بتونه این شعارش رو ثابت کنه خودش اومده یه بنچمارک، یه اپلیکیشن بنچمارک اوپن سورس نوشته که اون دو تای دیگه هیچ کدومشون همچی چیزی ندارن، که سه چهار تا کتابخونه مثل ORM روم رل و خود آبجکت باکس رو تو یه دونه اپلیکیشن با هم دیگه مقایسه میکنه. این عدده از اون اپلیکیشن در اومده، هر کدومتون هم خواستین لینکشو بهتون میدم، من لینکشو میذارم توی گروه، حواسم نبود بذارم لینکو میدم، برید خودتون اپلیکیشن رو ران کنید و ببینید تفاوتشو. این شعار یه ساید افکت دیگه هم داره، انقدر سریع اینو پیاده سازیش کردن، البته تو آماره ها باز دیدید که اگر محدودیت اندروید نبود شما میتونستید روی مین ترید اندروید کال کنید و اگر نگران اینم نباشید که یو آی لگ بگیرید. البته این کار خوبی نیست ولی میتونید واقعا این کار رو بکنید بدون اینکه حتی یوزر متوجه بشه شما دارید دیتابیس ترانزکشن میزنید. با روم فکر کنم خود روم اجازه این چیز رو ازتون گرفته چون کنده. حالا برگردیم سر مثالا، با کاتلین ادامه بدیم یا با جاوا؟ خیلی خوب کاتلین. اونایی که جاوا بودن یا نگفتن یا دوست نداشتن. اول از همه کلاس اپلیکیشن رو باز میکنیم. چرا کلاس اپلیکیشن دیده نمیشه؟ بزرگترش میکنم. روشنش کنم تمامو؟ باش بذار تمام تمام کنم. واه چقدر فرق کرد. جالب راست میگم من سبز میبینم، شما تقریبا یه رنگ دیگه دارید اینجا. خب الان واضحه برای حتی دوستان عقب هم میبینن. خیلی خب، کلاس اپلیکیشن ما میایم یه دونه از آبجکت باکس میسازیم. این یه دونه آبجکت کاتلینه که توش تنها کاری که اومده همون کانفیگوریشنی که من بهش اشاره کردم اومده هاید کرده و در واقع سینگلتونش کرده. همونجور که میبینید تو متد اینیت اومده یه دونه ازش جدید ساخته و نگهداریش کرده. ببخشید من بزنم رانچتون طول میکشه. یه دونه ازش ساخته، کانتکس اپلیکیشن هم بهش داده و توی همین سینگلتون نگهداریش میکنه. اون انتیتی که راجع بهش صحبت کردیم رو ببینیم. این همون انتیتیه، میبینید که بالا سر آیدیش ات آیدی زده و اومده ور تعریفش کرده. پایینیا رو میتونید ور تعریف کنید و به مشکل هم نمیخورید، به مشکلی هم نمیخورید. اما اگه دارید کاتلین میزنید حواستون باشه که حتما باید دیفالت ولیو براش تعریف کنید، چون آبجکت باکس از کانستراکتور اصلی آبجکتتون استفاده میکنه. تا اینجاش هیچ پیچیدگی نداشت به ظاهر. آخرین گزینه‌ش هم ببینیم، اینم تنها اکتیویتی این سمپله که خب با متدهای دیگه‌اش کار نداریم. اومده از اون سینگلتونی که قبلا تعریف کرده استورمونو گرفته، اون محفظمونو گرفته، براش باکس فور زده. این یه دونه اکستنشن روی استوره که این در واقع پیاده سازیش اینطوریه. چی بود؟ نوت.
این همونه، منتها خوشگل‌تر کاتلینیشه. فکر کنم جارم نمیخواد، جارم نمیخواد. و بهتون یه باکس برمیگردونه، باکسی از جنس نوت ها. یعنی اگه شما انتیتی های متفاوتی داشته باشید، برای کار با هر کدومشون بعد باکس جدیدشو از استورتون یا از اون محفظتون بگیرید. ران شد. و در آخر هم کوئری، یه کوئری خیلی ساده زده. حالا ما توی اسلایدامون کوئری رو راجب صحبتی نکردیم، ولی باز برای اونایی که کاتلین کار نمی‌کنن، کوئریاش این شکلیه. چی زده؟ اوردر. به این دو روش شما میتونید کوئری بزنید. خب اگه کاتلین ترجیحاً از پایینی استفاده کنید خوشگل‌تره، اگه نه جاوایی از بالایی چیکار میکنه؟ میاد به آبجکت باکس، به این جعبه میگه که وقتی داری دیتا رو به من برمیگردونی، بر اساس تکستی که تو این نوت وجود داره مرتبشون کن برام. که البته خب گزینه‌های خیلی زیاد دیگه ای هم داره. میگم الان کوئری زیاد اینجا نمیگنجه، فقط برای اینکه نشون بدم ایکوال داره، گریتر داره و و و و. و در آخر هم این متد میاد فایند رو میزنه روی کوئری که ساخته، میاد فایند میکنه، میاد میگه با توجه به اون کوئری که من ساختم، حالا اگر آبجکتی میتونی پیدا کنی الان وقتشه. که این در واقع یه دونه لیست برمیگردونه و این لیست رو به آداپتر ریسایکلر ویش میده. پیاده سازیشم اینطوریه. این دیگه فکر کنم دیده نمیشه. یه نوت اپلیکیشنه که اینجا شما یه دونه نوت وارد میکنید، اد میزنید، این سینکرونایز بود، یعنی روی ترد اصلی داره اجرا میشه، اد میزنید و اینو در همون لحظه میاد به دیتابیس اضافهش میکنه. بعد اگه هم بخواید پاکش کنید روش کلیک میکنید و پاک میشه. کلیک کردن و پاک کردنش هم توی ادابتر سایکل ویوش پیاده سازی کرد. من چند تا من اضافه کنم، البته اینتر کار نمیکنه. این رو سرعتش واقعا تاثیر نمیذاره. اینم دموی خیلی ساده ای بود از کارش. میگم این پیاده سازی که اینجا دیدید خیلی ساده است. توی سمپل های دیگه ای که داره توی این اپلیکیشن، توی این ریپو، شما میتونید کار با آرکیتکچر کامپوننت ها و ریلیشن هاش هم ببینید، که خب ریلیشن ها یکی از جذاب ترین قسمت دیتابیس است. و آخرین نکته ای هم که میخوام راجع به این صحبت بگم، یکی از دلایلی که ممکنه ما رو مجاب کنه از ریلم استفاده کنیم، برخلاف آبجکت باکس با توجه به همون آماری که دیدیم، سکیوریتیشه. روم و آبجکت باکس و حتی ORM های دیگه قابلیت انکریپت کردن دیتابیس رو ندارن. اما روم این توانایی رو به شما میده که یک کلید بهش میدین و با استفاده از متد AES که حالا استادش اونجا نشسته، من دخالتی نمی کنم، میاد براتون تمام دیتا هایی که وارد دیتابیس میکنید و میخونید و انکریپت میکنه بدون اینکه شما نگران پیاده سازی. اسکیول سایفر نشتن اسکیول سایفر شما بکنم. خود رلم یه دونه گزینه داشت، حالا دقیقا یادم نیچی بود، ولی یادم کی میگرفت و اون کی رو میداده، بعد میگفت دیگه کاری باش نداشته باشید کارم. حالا باز دقیق تش من خیلی محدود از دارست فکر کنم یه چیزه خودش یه دیفرنس بود از اون بگیر. نه من مدرم رل بود، اگه دقیقا باشید جداست من مدرم رل بود. حتی مثل اینکه روم دارن همینو پیاده میکنن، ولی هنوز خب خیلی بوده تا تمام این دوام داشت؟ جدی؟ اسکیل سایفر که دیزایی کرده دارم یکی خب من تقریبا از اون استفاده نکردم. این تا اینجاش تقدیم بشم، موفق باشید. استاپ کنم ریکوردر. با تشکر از ارائه سیدی جعفری. خب اگر کسی سوال داره بپرسم. من میتونم اولین سوال خودم بپرسم. لایو دیتا رو ساپورت میکنه؟ لایو دیتا هم ساپورت همش کن؟ آره ایسی آقا لایو دیتا کوروتین همش کن ساپورت، یعنی همین آبجیکت باکس هم ساپورت میکنم. آه من هم سوال سادگی سادشه همین سوال هم شکلی بشه.
چرا مثلا بیا مثلا لینک نصب لینک نصب آها باش اسلایدات تو گروه میذارم من گوشم با شماست مرسی از ارائه خوبتون. چیزی که داشتین تایتلتون راجع به کش کردن بود ولی راجع به سناریوش این که به چه شکلی اتفاق بیفته صحبت نکردین. این که این حالا اگه راجع به صحبت کنین خیلی اتفاق خوبیه. من خودم یه چند سوال دارم که این به چه شکلی اتفاق بیفته سینک کردن دیتا با سرور اون جور چیزا. مگه حالا اگه چیزی داشتین راجع بهش توضیح بدید ممنون میشم. ببینید ایده اول این بود که این موضوع رو کامل پوشش بدیم. یکی دو نفرم تو توییتر و گروه تلگرامی اشاره کردم بهش. منتها بحث کش کردن، اینکه چه جوری کش کنیم، سناریو با سناریو چه تفاوتی میکنه و چه چالشایی رو داره، واقعا هر کاری کردم تو این ارائه نگنجید. اما خلاصش اگه بخوام بگم یه مثال خیلی ساده و مسخره شاید باشه، اینکه شما دیتا رو از سرور میگیرید میذارید داخل دیتابیس و از اون ور دیتابیستون رو ابزرو میکنید. یکی از خوبیایی که الان دیتابیس‌ها داره اینه که شما میتونید دیتابیس‌ها رو ابزرو کنید و در واقع اون پترن سینگل سورس آف تروث میتونه با این روش پیاده سازی بشه. یعنی اپلیکیشن یا یو آی یا پرزنتیشن لیر شما فقط دیتابیستون رو ابزرو میکنه و اگر نیاز به دیتای جدیدی وجود داره کافیه فقط دیتابیس آپدیت بشه. همون که واقعا چه جوری اتفاق بیفته، چه چیزایی رو میتونیم پرزیست کنیم، مثلا با ارورا چیکار کنیم، اونور پیجینیشن رو چیکار کنیم که فکر میکنم بزرگترین چالشش همین باشه. بحثای واقعا تو این ارائه نمیگنجد. ببخشید اگه واقعا منتظر این بود. اما ما رو گول زدید، ما دیدید دیتا بیس رو دادید. این یه محله قبل از اون چیزی که من الان جدیدم خودم باش درگیره هم معماری هم که دارم استفاده میکنم کلینه، ولی حالا اینکه دیتا رو میگیرید و استور میکنید، پرسیستنس میکنید، بعد میدید به لایه دیگه‌تون استفاده میکنید، حالا تو تایمی که آفلاینه و یوزر داره یه سری اکشن ها روی اپلیکیشن یا دیتایی که داره استور میشه بعد قراره با سرور سینک بشه، اینو یه مسئله، یعنی دنبال یه سولوشن خوبی هم برای این اتفاق چجوری اینو هندل کنم. حالا این چیزی که برای من صحبت کرد، یعنی تایتل ارائهتون اینجوری بود، فکر کردم این خیلی من کار میکنه. هدفی نبود اذیت کنی. باشه پس من اگر باشه چشم میارم، اگر دوستان اجازه بدن من یه ارائه دیگه میارم راجع به اینکه چجوری کش کنیم، روشاش چیه. البته واقعا این یه محله قبل از اون بود که گزینه‌هامون رو بدونیم چه چیزایی داشته باشیم. من فهم کردم بد نباشه، ولی خب باشه مسئله نداره، من سعی میکنم یه ارائه دیگه آماده کنم. بازم عذرخواهی میکنم اگه واقعا بد اینو میآوردم این انتظار رو داشتم.